خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت همه دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و همینطور سپاسگزاری میکنم از دوستان عزیزی که این جلسه رو تشکیل دادن و همینطور صحبت نخست آقای دکتر که خیلی راهگشا بود، خیلی هم استفاده کرد. خب اگه اینطوری هست احتمالا منم باید 15-20 دقیقه صحبت کنم، یک کمی کمتر. خدمتتون هستم که من یک بحثی رو طرح میکنم. موضوع بحث من صلح ابتدایی هست. بعد صلح ابتدایی اصلا چی هست؟ چرا چنین واژه‌ای در واقع گفته شده؟ بعد جایگاهش رو در مذهب شیعه بیشتر توضیح میدم. یک دو سه کلمه هم حاشیه‌اش خواهد بود که اونها را اشاره میکنم. وقتی که صحبت میکنیم از صلح ابتدایی، در درون ادبیات مسلمان ها یک واژه‌ای بود به نام جنگ ابتدایی که این قرینه اون هست. بله؟ جهاد همون، بله دیگه، جهاد ابتدایی یا جنگ ابتدایی. در واقع متفکران قدما بیشتر رفته بودن روی تقسیم جهان به مسلمانی و غیر مسلمانی و بعد رابطه این دوتا رو بر اساس اصالت جنگ یا جهاد طرح می‌کردن. اون وقت جهاد رو به دو قسمت تقسیم میکردن، یکی دفاعی و یکی هم در واقع ابتدایی. من دیدم معادل های انگلیسی که براش ساخته بودن آفنسیف اند دیفنسیف جهاد بود. جهاد آفنسیف در واقع یعنی همون جهاد ابتدایی در نظر گرفته بودن. جهاد ابتدایی به نوعی از جهاد گفته میشد که بدون این که جامعه مسلمانی مورد هجوم قرار بگیرن، ابتدا میتونن اقدام به جهاد بکنن. این ایده سنتی و کلاسیک به خصوص مسلمان‌های گذشته بود و به ویژه در فقه اهل سنت جایگاه خیلی برجسته‌ای داره این جهاد ابتدایی. در بین مسلمان های، در بین شیعیان، چون میدونید که فقه بالاخره فرقه ای تره تا حد زیادی، در بین شیعیان با این ایده از دو زاویه چیز شد، مقاومتی پیدا شد یا مخالفتی. یکی این که ابتدا تشیع بیشتر این دوگانه رو پذیرفت، یعنی وضعیت جهاد ابتدایی و دفاعی رو پذیرفت، اما یک استثنایی وارد کرد و اون استثنایی بود که جهاد ابتدایی چون ریسکش خیلی بالاست مشروط به حضور شخص معصومه. بنابراین در دوره‌ای که معصوم حضور نداشت، نه اینکه وجود نداشت، یا در جایی که معصوم وجود حضور نداشت، یا به اعتبار بعد مکانی یا به اعتبار غیبت زمانی، میگفتن که جهاد ابتدایی تعطیل هست. این نظریه رو فقهای شیعه اینقدر برجسته کردن، حتی متفکران ولایت فقیه گفتن این از استثناءات ولایت فقیه، یعنی فقیه هم نمیتونه چنین حکمی بده، این از استثناءات چیز هست، استثناءات بله مکتب شیعه است که این اختصاصاً مال چیزه، مال معصومه. این با این وضعی کمی مهار کردن در واقع مناسبات جهان مسلمانی و غیر مسلمانی را یک جوری تعدیل کردن. اما از دوری قاجار به دلایلی که هنوز زمینه‌های جامعه شناختیش برای من خیلی روشن نیست، یعنی مطالعاتم خیلی نمیتونه توضیح بده، ایده مطرح شد به نام صلح ابتدایی. در واقع اگر ترجمه کنیم میشه offensive peace در واقع،
که یک صلح با اقدام اولیه است. حتی کسی اگر اقدام به صلح نکنه، شما اقدام به صلح بکنید. این بحث در واقع باعث شده بود که در دستگاه‌های فقهی شیعه به خصوص از قرن 12 هجری به بعد یک اتفاق مهمی رخ بده. همچنان که قبلا جهاد رو تقسیم می‌کردن به ابتدایی و دفاعی، در مقابلش صلح ها تقسیم کردن به صلح دعوا و صلح ابتدایی. در واقع صلح دعوا صلحی هست که پیشفرضش یک مناقشه ای هست و شما می‌خواید از این مناقشه خارج بشید. یعنی تا مناقشه نباشه صلح مطرح نمیشه. این یک مسئله بود. و مسئله دوم هم در واقع صلحی بود که اصلا مناقشه وجود نداشت و شما ابتداعا شروع میکنید به طرح صلح یا طرح مصالحه. اینو مرحوم خدمتتون هستم میرزای قومی در دوره فتح علی شاه تحت عنوان صلح ابتدایی ازش یاد کرد. در بعضی از مکاتب فقهی اهل سنت، به ویژه در روایتی از فقه شافعی هم این نظریه وجود داره، یعنی اختصاصی شیعه هم نیست، در واقع اهل سنت هم حوزه فقه شافعی قولی ازش هست که این صلح ابتدایی رو پذیرفته. در واقع وقتی آقای دکتر صحبت میکرد از صلح مثبت و منفی، من ذهنم داشت میرفت به این تقسیم که خیلی به نظر میاد که این صلح ابتدایی نزدیک به صلح مثبت هست، البته با محدودیت های خاص خودش، و اون یکی صلح دعوا یک چیز دیگر هست. خب خدمتتون اصلا من خواستم بگم اصلا مفهوم صلح ابتدایی چی هست، چرا این بحث رو خواستم من مطرح بکنم. حالا به خاطر اینکه این بحث دنبال بکنم، دو سه تا بحث فقهی رو عرض میکنم. عرض کردم یک دو تا حاشیه هم خواهم داشت. متفکران اهل سنت به خصوص در دوره خدمتتون عرض کنم که عباسیان و بنی امیه و دوره از عثمانی ها که جنگ های عثمانی در بالکان شکل گرفته بود، در شبه جزیره بالکان، اینها تکیه داشتن به اصالت جنگ. می گفتن که رابطه مسلمون ها با غیر مسلمون ها در بیرون، حالا اون داخل را که مسلمون ها با هم چجوری هستن اونا اشاره می کنن، ولی در سیاست خارجی اصالت را به جنگ می دادن. و اگر هم جنگ نبود اسمشو گذاشته بودن هدنه. هدنه یعنی متارکه، نه صلح. چون میدونی صلح یک قرارداده، در حالی که هدنه در واقع یک توافقی است که جنگ نباشه، یا اینکه در واقع جنگ نکردنه. جنگ نکردن به معنی صلح نیست، در وضعیت صلح قرار گرفتن نیست. وضعیت صلح یک وضعیت حقوقیه که اتفاق میاد. این نظریه قبلا وجود داشت. بنابراین در بین مسلمان ها سه تا نظریه مطرح شده بود. یکی اصالت جنگ بود که یک نظریه ریشه‌داری طولانی هست. یکی اصالت صلح هست که عرض کردم که بخشی از روایت مکتب شافعی هست و یک قسمت چیز تشیع هم تا حد زیادی چنین دیدگاهی را داره. بعضی از نظریه ها هم گفتن که اصلا اصل بر زندگی معقوله، نه اصالت با صلح، نه اصالت با جنگ. جنگ و صلح یک امر اقتضاییه، امر اولیه نیست. یعنی اینطور نیست که امر اولیه صلح باشه جنگ استثناء باشه، یا امر اولیه جنگ باشه صلح چی استثناء باشه. اصلا هیچ کدومشون چیز نیستن. مهم در واقع اون حیات معقوله. این حیات معقول گاهی با جنگ داره میسازه، گاهی با صلح داره میسازه. من در این بحث
اون نظریه اصالت صلح رو که بود در بین فقهای شیعه بیشتر سعی میکنم دنبال بکنم که یکی دو تا بحثاشو مطرح کنم. خدمتتون عرض کنم که وقتی که از صلح صحبت میکنیم یا از جنگ، در دستگاه‌های فقهی متأخر بحث بر سر اینه که نه صلح نه جنگ جز سرشت بشر نیست، بلکه بر ساخته بشره. یعنی هم جنگ یک پدیده در واقع کانستراکتیو هست، بر ساخته است، و هم صلح. هر دو تا شرطشو خودمون داریم درست میکنیم و بعد ممکنه که به تلاش بیافتیم یا ازش استفاده بکنیم. یعنی نه انسان سرشتش جنگجوه، نه انسان سرشتش صلح طلبه، بلکه انسان همطور که آقای دکتر اشاره کردن به تربیت میتونه این یا آن باشه. یعنی میتونه روحیه جنگاور پیدا کنه یا اراده صلح پیدا کنه. بنابراین در دستگاه‌های فقهی صلح نه سرشت بشره و نه از بخت انسان‌ها هست، که خب بعضی ها میگن که جنگ و صلح سرنوشته، خب بعضی ها میگن جنگ و صلح سرشته آدم‌ها. مثلا فرض کنید که هابز توی ادبیاتش میگه که جنگ از سرشت بشر داره در میاد، یا ماکیاولی بعضی جاها میگه جنگ سرنوشت بشره. این هم نکته ایه. در ادبیات مسلمان ها به مخصوصا در دستگاه فقهی متأخر که از مرحوم میرزای قومی به بعد صاحب قوانین به بعد داره مطرح میشه، نه در واقع این بخته و این سرنوشته و نه سرشته، بلکه دستپخت آدم هاست. این دستپخت آدم هاست، یک نهاد ساخته شده است که اتفاق افتاده. بعد صلح را هم به سه قسمت تقسیم میکنن، یعنی به دو قسمت، دومی را هم به دو قسمت تقسیم میکنن. میگن یکی صلح با خیشتن هست، یکی صلح با دیگری. یعنی صلح با خیشتن در واقع آدمی در درون خودش یک آشتی با خودش داشته باشه، صلح با دیگری از جنس قرار داده در واقع، و این دیگری رو باز تقسیم کردن در ادبیات جدید به زیر ملی و چی و فوق ملی یا فراملی. این بحث رو تقسیم کردن. این بحث اساسی بود توی مباحثشون. اینها رو خواستم عرض کنم تا برسم به خدمتتون، ارسم به ماهیت صلح در بین تشیع. خدمتتون عرض کنم که بالاخره صلح به عنوان یک نوعی از عقود در حقوق ما پذیرفته شده. یعنی الان وقتی که نگاه میکنیم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی، برخلاف نظام حقوقی تعدادی از کشورهای مسلمان، صلح به عنوان یک قرارداد مستقل پذیرفته شده. در واقع تابع قراردادهای دیگر نیست، چه بسا حاکم بر از لحاظ حقوقی حاکم بر قراردادهای دیگر هست. متفکران شیعه گفتن که صلح نه تنها قراردادی مستقل از قراردادهای دیگر. مثال بزنم، ما یه قراردادی داریم به نام ازدواج، یا قراردادی داریم به نام تجارت، قراردادی داریم به نام بیع و شراء، خرید و فروش. بعضی ها میگفتن که صلح تابع این هاست. مثلا شما قرارداد ازدواج میبندید، کنارش یک اد هوک میزنید، یک تبصره میزنید، توش صلح میذارید. اما فقها گفتن که نه، صلح تابع قراردادهای معهود نیست، خودش قرارداد مستقله. یکی اینو گفتن، ولی فراتر از اون یه جمله گفتن فقها، گفتن صلح سید العقوده، یعنی آقای عقد هاست، یعنی ارباب
عقدها ازش دارن صحبت میکنن. و اون وقت اگر اینطوری هست، صلح یه قراردادیه که اشرف قراردادها تلقی کردن. اون وقت اقدام اولیش مهمه. یعنی شما نه این که برای خوابوندن جنگ صلح میکنید و نه برای حذف دعوا صلح میکنید. اونا اسمشو میگذارن صلح ترمیمی، اونهایی که برای حذف مناقشه است یا حذف دعواست. این صلح برای اینه که شما امکان در واقع همزیستی رو یا بهزیستی رو افزایش بدید. یعنی شما قراردادهایی میبندید که تا حالا نبوده، اما با رضایت خودتون اینها رو دارید میبندید. متفکران شیعه اومدن برای این نوع قراردادها دو تا شرط گذاشته بودن که بسیار مهم بود. یکی این که این قراردادها باید اثر آزادی و آگاهی باشه، یعنی آدم حقوقی داشته باشه، به حقوقش آگاه باشه و آزاد باشه که از بخشی از حقوقش بگذره برای حراست از بخش بیشتر حقوقش. یعنی یک امر عقلاییه، من دنبال عقلانی بودنش فعلا نیستم، در واقع یک امر رزنیبله، قابل استبلاله این بحث. یعنی آدمی حقوقی داشته باشه، فرضش بر اینه و به حقوقش آگاه باشه و آزاد باشه که بدونه که چقدر از حقوقش میتونه بگذره تا برای حراست از بخش بیشتری از حقوقش. و میدونید که معقول نیست آدم از 50 به اضافه 1 بگذره برای 50 منهای 1. یعنی منطقا این معنیش اینه که سودمند باشه، یعنی براش یک سودمندی هم وجود داشته باشه. دومیش هم اینه که مخالف نسل شریعت نباشه. مثلا شما نمیتونید عقودی از جنس صلح ببندید سر معامله شراب مثلا، یا شما مثلا فرض کنید که نمیتونید قراردادی ببندید که خلاف فلسفه ذاتی قراردادها باشه. مثلا شما نمیتونید قرارداد ازدواجی درست کنید فلسفه ذاتی ازدواج رو نقض بکنه، یا قرارداد تجارتی درست کنید که فلسفه ذاتی تجارت رو نقض بکنه. این دو تا شرط رو براش گذاشتن و از صلح صحبت کردن. خدمتتون عرض کنم که صلح رو فقها گفتن که با تسلیم فرق میکنه. صلح یعنی صلح اساسا تسلیم نیست، تسلیم انفعاله، اما صلح یک انتخابه، صلح یک نوع ترجیح عقلانیه یا ترجیح عقلاییه. یعنی شما در صلح اساساً در پی تسلیم نیستید، بلکه در پی قرار گرفتن در یک وضعیت مفیدتر هستید که صلح رو دارید مطرح میکنید. بنابراین میگن صلح تسلیم نیست، صلح تصمیمه. صلح تصمیمی عاقلانه یا عقلایی هست برای سیانت از اصل زندگی و افزودن بر کیفیت زندگی. اصلا صلح کارش همینه در واقع، یا اصل زندگی را نگه داره یا کیفیتش افزایش بده. صلح این کار رو میکنه. بنابراین صلح با تسلیم ضد همان یا متناقضه، چون در تسلیم این غرور و احترام آدمی نیست، یک طرفه است، اراده نیست. در تسلیم، در تسلیم شما بین مرگ و زنده موندن قرار گرفتید. اینجا نه، اینجا یک چیز دیگه است، اینجا یک مسئله دیگری هست. خدمتتون عرض کنم که در تسلیم یک نوع عدم توازن اراده ها هست، زور پشت سر تسلیم وجود داره، اما در صلح توافق. یعنی در صلح آدم فرض میکنه که این فرضی نسبتاً برابر در کل یا سرجم برابره. حالا ممکنه که یک جای یکی چی باشه، یعنی معدلش برابره. اینطوری دارن در
در صلح چیز میکنن. بنابراین از تعادل نسبی اراده ها دارن صحبت میکنن. به این ترتیب ما میتونیم خدمتتون عرض کنم که از دو جور صلح و بعضی موقع از سه جور صلح صحبت کنیم. یکی صلح دعوا هست، اصطلاحا بهش میگن صلح بعد از اختلافه، بهش میگن صلح ترمیمی، در واقع ازش صحبت میکنن. این صلح ترمیمی حداقل صلحه. دومی صلح پیشگیرانه است، یعنی شما در جایی که در مزان دعوا هست دارید صلح میکنید، اما هنوز دعوایی وجود نداره، ولی صلح ابتدایی اصلا در مزان دعوا نیست، برای افزودن به کیفیت زندگی، یعنی نه برای اینکه جلوگیری کنید از شکستن زندگی یا نظم، بلکه شما برای افزودن به کیفیت زندگی دارید یک صلحی رو دارید درست میکنید. این صلح حدی نداره، یعنی نگفتن که کجا چجوری، برمیگرده به اون خلاقیتی که در صلح وجود داره که خدمتتون اشاره کردم. در ادبیات مسلمون ها وقتی که صحبت میکنن از صلح ابتدایی، میدونید که عادت مسلمون ها این هست که هر گزاره‌ای را مطرح میکنن سعی میکنن که ارجاع بدن به نصوص دینی، به متون مقدس. این متدولوژی مسلمون هاست، یعنی روش شناسی مسلمون هاست. در قرآن همچنان که جنگ دو جوره، یکی جنگ مطلقه، یکی جنگ در صورت حمله دیگری هست، اتفاقا آیات صلح هم دو جوره، یعنی آیات صلح، صلح مطلقه، یکیش صلح مقید به صلح خواهی دیگرانه. خب دو تا چیز دیگه، نه؟ یکی مقید به صلح خواهی دیگران هست و یکی مقید به صلح خواهی دیگران نیست، صلح ابتداییه. دو تا آیه هست، آیات مهمی هستن. طرفداران نظریه صلح به اینها استناد کردن. من این دوتا را اشاره میکنم، بحثمو جمع میکنم و خدمتتون عرض کنم که یک دو نکته کوچولو میخوام بگم. آیه دکتر، من بعضی موقع حواسم نمیشه، اگر وقتم گذشت درم باش. منظورم اینه که از این پس اگر من تأخیر کردم تقصیر شما، چون یادم نیست در حواسم. بله، خدمتتون عرض کنم که متفکران مسلمان به این دعایه اشاره کردن. یکی آیه 208 سوره بقره است، یک آیه بسیار مهمیه. این آیه از جمله فرمانهای مطلق صلح، یعنی بحثی نیست که منتظر باشید دیگری شما را به صلح بخواد بعد شما تقاضای دیگری را چکار کنید. اینجور نیست، شما معذبید که خودتون رو وارد صلح کنید. این خیلی مهمه دیگه، یعنی صلح رو بسازید، این خیلی مهمه. آیه این هست: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای اونهایی که ایمان آوردید وارد بشید در شرایط صلح تماما، کافه، همگیتون با همه امکاناتتون وارد اون بشید. ولا تتبعوا خطوات شیطان، به وسوسه شیاطین که هی میگن که صلح شکننده است، آسیب میزنه، چیزای اینطوری توجهی نکنید. انه لکم عدو مبین، اون وسوسه ها دشمنی آشکار هست. حالا ممکنه وسوسه از بیرون باشه، ممکن از درون نفس آدمی چی نکنه که گفتن ترسید، نکنه که گفتن غرورش را زیر پا چی؟ زیر پا گذاشت، نکنه که یه قسمت وسوسه درونه، یه قسمتش هم چی هست؟ وسوسه بیرونه دیگه. مشاوره میکنی و مشاورانتون آدم ها شیر میکنن که اگر کوتاه بیاید دامینه کوتاهی، اومدن تا آخر چی؟ تا آخر ادامه پیدا میکنه. اینو گفتن آیه مطلق صلحه. اصلا اینجا نگفته که اگر آمدن سراغت سراغ صلح برو. اما یه آیه دومی هست و اون آیه
آیه 61 سوره انفاله، یکی از معروفترین آیه هاست که همیشه در جنگ ها مطرح میشه و اون اینه: و این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله. اگر دیدید که دشمنت میل به صلح کرد، اینو بقاب. یعنی این چیزو جنحوا توی عقابینا میخواد سر شکار بیاد، تیز وارد میشه. این جنح از جناح دیگه، در واقع تیز میاد. اون فرصت میگن سریترین فرصت یا لحظه چی هست؟ شکار هست. اگر اون لحظه را از دست بدید، احتمالاً ممکنه که کل چی فرایند صلح رو از دست بدید. فإن جنحوا للسلم، اگر دید که یک کمی اینا اومدن به سمت چیز، شما این صلح رو بقاپید. و توکل علی الله، نگران نباشید. انه هو السمیع العلیم، او میدونه که و میشنوه که شما چیکار میکنید. راجع به تحلیل این دوتا آیه یکی دوتاش عرض میکنم. در مورد این بحث سه تا نظریه مطرحه. خب میبینید که در هر دوتا آیه ساختار امری داره، خود آیه ساختار امری داره. ساختار امری در ادبیات فقهی به معنی الزامه، یعنی به معنی وجوبه. وقتی که صحبت میکنیم از امر، ببین اونجا این هست: ادخلوا فی السلم، یعنی داخل شوید. ساختار امریه. اینجا هم فاجنح لها باز چی هست؟ باز ساختار امریه. یعنی هر دوتاش فرمانه، دستوره. در ادبیات سیاسی بهش میگن از جنس اوردره، فرمانهای عالیه که داره میاد. خب حالا بحث سر اینه که این دوتا واجب کدومش بر اون یکی سواره. بعضی ها گفتن که مراد از مطلق صلح همان صلح مقیده، یعنی آیه بقره توضیحی بر آیه، خدمتتون عرض کنم که انفاله، یعنی شما هر کجا دیدید صلح هست، شما اونجا وارد صلح بشید، نه اینکه شما بالبداهه‌ای وارد صلح بشید. این یک نظره، تفسیری است بسیار مهم و به جریان‌های جنگی نزدیک‌تره این نظریه تا حد زیادی. یعنی شما نه شروع کننده جنگ باشید نه تمام کننده جنگ. همین که دیدید که جنگ هست، هی ادامه بدید تا دیگران چیکار کنن، وارد صلح بشن و شما هم وارد چی بشید؟ صلح بشید. یعنی گفتن آیات مطلق در واقع اهمیت نداره، چون وقتی که داریم میگیم که وضو بگیرید با آب غیر قصبی وضو بگیرید، منظور این دومی مهمه دیگه، اولی چندان چی؟ چندان مهم. میگن مقید مهمه تا مطلق. این استدلال فقهیست، بعضی ها گفتن، بعضی ها. این یک فرضه، فرضی بسیار بسیار مهمه. یک فرض دوم این هست که نظر قرآن همون صلح ابتداییه، یعنی مسلمون ها وارد صلح بشن، اینقدر وارد صلح بشن که اگر کسی جنگم کرد خواست صلح بکنه اونم بخوابن. در واقع آیه دوم امتداد آیه چی هست؟ آیه اول گرفتن بعضی از متفکرین. ولی فرض سومی هم وجود داره که این فرض بسیار جالبی است. میگه که هر دوتاش واجبه، ربطی هم به هم نداره. شما همه جا وارد چی بشید؟ وارد صلح بشید، این واجبه. اگر کسی هم جنگ شروع کرده بود، به بهانه این که دنبال اثبات این باشید که آغازگرش بوده، گناهکار بوده، جنگ رو متوقف کنید، این مناقشه رو بگذارید برای بعد چی؟ برای بعد جنگ. یعنی وا نیستید اینقدر که مهاجم اقرار کنه که من چیز بودم.
در واقع همین که گفت آتش بس کنید، بقیه بحث رو واگذار کنید به گفتگوی ما بعد چی؟ ما بعد جنگ. یعنی در واقع دو تا واجب جدا هست که هر دوتاشون هم در جای خودش اهمیت زیادی داره. این بحث رو آوردن متفکرانی که طرفدار صلح بودن به ادبیات امام علی هم توجه کردن که خیلی مهمه. یکیش مخصوصا شیعیان اهل سنت هم این کار رو کردن، به خصوص به نامی 53 نهج البلاغه استناد کردن این نویسندگان. نامه 53 نهج البلاغه یک نامه عجیبیه، یکی از نامه های خیلی خاصیه. اونجا امام علی علیه السلام به مالکشتر این جمله رو میگه، میگه صلحی را که دشمنت تو را بدان فرا میخواند و رضای خدا هم در آن است از خود دور مکن. این صلح رو، این در واقع امتداد اون صلح دومه که توی این ادبیات هست. بعد حضرت اونجا یک تحلیل فونکسیونالیستی داره میکنه از صلح. میگه صلح قطع نظر از اینکه کی جنگ رو شروع کرده منافعی داره. یکیش حفظ قوای مسلح تو، اینو حفظ میکنه. آسایش فکر و فراغ بال حکومت، حکومت مشغول میشه به احتیاجات مردم برسه تا به دفع تجاوزها و اینها. امنیت سرزمین در اون نهفته است. و بعد اشاره کرده که اما صلح به معنی غفلت نیست، نه در اولی نه در چی؟ نه در دومی. یعنی صلح اساساً به معنی فرار از هوشیاری نیست. اونجا که شما وارد چی میشید؟ وارد صلح میشید. اینا خیلی چند جا این بحث رو داشتن، چون وقت من تمام شده اون دو نکته را میخواستم اشاره بکنم. خدمتتون عرض کنم که دانش فقه دانشی هست مثل نفته. شما گاهی زیر زمین میمونه، استفاده اصلا نمی کنید. گاهی از جرم سختش استفاده می کنید، گاهی هم از گازش داری چی؟ استفاده می کنید. یعنی یک موقعی ممکنه که شما وارد دستگاه های فقهی بشید و اصالت چیز بحث جنگ رو چکار کنید؟ برجسته کنید. همچنان که یک دوره های طولانی مسلمان ها این کار را کردن. خب اما بخش های دیگرش هم هست که شما میتونید اینو با تکیه به اونها جنگ و مهار هم بکنید. بنابراین اون بستگی داره که این در واقع این بچه ها که جورچین داشتن ها، این پازل های فقه رو چجور بچینن و اینو میگن هنر سنه. یعنی اینطور نیست که این در واقع برمیگرده به مدیران، برمیگرده به متفکران که کجاهای این دستگاه رو فعال بکنن که در لحظه مفید چی باشه؟ مفید جامعه باشه. بنابراین میخوام بگم که فقه صلح یک چیزیه، هنر صلح یک چیز دیگه است. در واقع این تکنولوژی صلح که چجوری اینا رو ما بچینیم که بمونه، به جنگ ختم نشه، اینها مهارته. یعنی مهارت در صلح زیستن، با صلح زیستن، این یک مسئله است که برمیگرده به تمرین و برمیگرده به هشدار، به آگاهی. و اینکه اتفاقا ما ابتدا به جامعهمون بفهمونیم که صلح مساوی ذلت نیست. در واقع صلح یک عمل اکتیوه، یک چیز مهمیه. تجربه نشون داد، مثلا من یادم اون موقع من زیاد مسافرت خارج از کشور داشتم، این ایده گفتگوی تمدن‌ها ایالات متحده رو مچاله کرده بود. یعنی هر کجا که صحبت میشد میگفتن که این صلح، این گفتگو مهمه و خیلی جاها داشت اثر داشت. نمیدونم دوستان چقدر اینو حس میکردن اون موقعهایی که ما داشتیم. بنابراین بعضی موقع آدم با صلح چیزی به دست میاره که با خیلی چیزا
یعنی ما بتونیم به جامعه بقبولونیم که صلح نه ذلته و نه تسلیمه. صلح یک تصمیمه و تصمیم استراتژیک هم هست. یعنی ما اینو بتونیم توی افکار عمومی جا بندازیم. این یک نکته بود که به ذهن من میومد که اشاره کنم. در واقع مسئله یک افکار عمومیه، مسئله گفتمان سازیه. خیلی بده در جامعه ما صلح منفی دیده بشه، یعنی نه به معنی کانتی عرض کنم، در واقع صلح رو بد ببینیم، بگیم صلح خلاف عزته. این یک نکته بود اشاره کرده. یک نکته هم بحث امید به صلحه، یعنی تک نفر هم میتونه علم صلح برداره. یعنی لزومی نداره که آدم حتما هی بگی منتظر باشیم تا دیگران هم چیکار کنن این کار رو بکنن. یک سه بیتی رو من از مولوی میخونم، دیوان شمس هست، غزل 1197. نمیدونم دوستان اینا دیدن یا نه. میگه تو مخالفت همی کش، تو موافقت همی کن، چون لباس تو درانند تو لباس وصل میدوز. خب این خیلی چیزه، یعنی می جنگه برای صلح، نه اینکه درگیر، یعنی جهاد صلح داره این، نه جهاد جنگ. در واقع جهاد و قتال نیست این، این یک نوع تلاش برای چی هست؟ صلحه. و بعد میگه تو مگو همه بجنگند و تو مگو همه بجنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز. بعد میگه که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر، که به هست یک قد خوش ز هزار قامت کوز. این جالبه، یعنی آدمی میگه یه نفرم چراغ روشن کنه خیلی، مخصوصا توی تاریکی یک چراغ خیلی روشنتر همچی دیده میشه. من دکتر ساکته ولی من فکر کنم وقتم تمام شده. سپاس گذارم. خیلی متشکرم. دکتر خیلی وقت دادی به من، عجب زیاد وقت.